سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم. با زنگ سلامت 159 هم در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز روزگار به شادکامی و خوشحالی بگذره و بتونید با تنی سالم و قدرتمند با انجام ورزش های مرتب زندگی خوب و شادمانی را داشته باشید. خب خیلی ممنون از همه شما عزیزانی که مرتب با کامنت ها و کامپلیمنت های خوبتون ما را تشویق میکنید. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و ممنونم بابت تشکرات و قدردانی های شما در رابطه با برنامه هفته قبل و تمرینات بالانس بورد، مخصوصا یکی دو تا دوستان در یوتیوب کامنت های خوبی گذاشته بودن. از همینجا از همه شما عزیزان تقاضا میکنم که حتما به سایت یوتیوب ما سر بزنید. تمام این برنامه ها در اونجا آرشیو شده و هر نوع بیماری دارید میتونید در اونجا لیستش رو پیدا بکنید و با مشاهده اون برنامه مختص به بیماری خودتون میتونید کمک های خیلی زیادی به خودتون برسونید. و اینو همینجا اشاره بکنم که انجام چند تا تمرین در طی روز به هیچ وجه هیچ مشکلاتی برای اون بیماری شما به وجود نمیاره، بلکه در طی چند هفته شاهد بهبودی و بهتر شدن درد و ناراحتیتون خواهید شد. البته در کنار این تمرین های سری تکنیک های دیگه هم هست که اگه اینجا در لندن هستید میتونید تشریف بیارید مطب در خدمتتون باشیم، و اگه احیانا در ایران هستید که میتونید با انجام اون تمرین ها و در کنارش با مراجعه به همکاران متخصص فیزیوتراپیست کمک های خوبی را برایتون ارائه بدن و درمان های مؤثری را انجام بدن. خب این هفته بنابر یک سوال یک بیننده عزیز و دوست عزیز که هفته پیش از من پرسیدن اگه من تو دفتر بتونم این مقدار راه برم آیا تأثیری داره یا نه به جای اینکه مثلا برم بیرون پیاده روی کنم، تصمیم گرفتم در رابطه با سدنتری لایف استایل یا در واقع نشستن بیش از حد در زمان انجام کارهای مختلف بپردازم، و امیدوارم که همین بیننده عزیز و هم شما بتونید بهترین استفاده رو بکنید. البته ایشون بیننده پروپاقرص برنامه هستن. خیلی ممنونم از تمام محبت هایی که دارند و امیدوارم که شما عزیزانم از این برنامه ها لذت کافی را ببرید و بتونید استفاده بکنید. فقط اینجوری نباشه که گوش بدین و تموم بشه بره. بالاخره همتون از یک روز از یک جایی بایستی حتی 4 تا تمرین ساده هم بیارین تو زندگیتون، همینجوری که برای کارتون، برای خونتون، برای خونوادتون، برای اقوام، برای ماشینتون، برای هر چیزی که دارین انرژی میذارین، وقت میذارین، تمرکز میذارید رو اون موضوع یا اون وسیله. بدنتون مهمتر از همه ایناست. اگه بدن سالم نباشه، اگه بدن قوی نباشه، اگه بدن نتونه کارایی لازم را در هنگام کارهای مختلف داشته باشه، شما دچار آسیب میشین. و حالا در هفته آینده باز به سوالات شما عزیزان میپردازم. نکته که میخواستم بگم، یکی از دلایلی که من این سوالا رو هر از چند هفته برای شما میخونم اینه که بدونید کسانی که درد میکشند و ناراحتی و بیماری دارن چقدر زندگی براشون سخته. پس امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه و بتونید از زندگیتون لذت ببرید. خب سدنتری لایف استایل یا در واقع زندگی ساکت یا نشسته یا نشستن صبح تا شب به هر دلایلی یکی از موضوعات روز تحقیقات کشورهای پیشرفته است، و به خاطر پیشرفت تکنولوژی و زیاد شدن زمان نشستن در پشت میزها و سایر جاها محققان هم به این مسئله پرداختن. و واقعا با خوندن 4 تا مقاله متوجه میشید که چقدر اوضاع وخیمتر از آنی هست که ما میتونیم تصورش رو بکنیم. به عنوان یک کارمند ساده یا رئیس یا فرق نمیکنه، در هر شرایطی شما صبح میشه میرین سر کارتون، میشینید رو اون صندلی، دیگه با ارباب رجوع و درگیرید، با کارهایی و مسئولیت هایی که دارین درگیرید، و یهو متوجه میشین که ظهر شده، یه نیم ساعت یه ربع وقت نهار دارید. البته خب تو ایران وقت نهار یه 2 ساعت همچین چرب و نرمه، همه میرن خونه استراحت میکنن و غذای گرم میخورن میان، ولی اینجاها
وقت نهاری کسی نداره، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت ماکسیمم هر کسی ساندویچی میخوره و بلافاصله برمیگردن سر کارشون و دوباره عصر رو ادامه میدن تا ساعت 5 و 6 که کارشون تموم میشه. و وقتی شما به یک روز کاری یک کارمند یا یک شخصی که روی میز نشسته نگاه میکنین، متوجه میشین که شاید تو این 8 ساعت کار این شخص یه 2-3 دفعه پا شده رفته، یه آبی خورده، یا خیلی جا حتی اون آب و چایی رو هم برایشون سرو میکنن رو میزشون و تقریبا تمام حرکتشون محدود میشه. و وقتی نگاه میکنی متوجه میشی که توی این 8 ساعت شاید اینا چند تا حرکت ساده داشتن. خب این نشستن طولانی فرق نمیکنه چه روی صندلی، یه سری ها تو خونه میشینن روی مبل ساعت ها به تلویزیون تماشا کردن، در هر شرایطی وقتی شما مرتب در حال نشستن باشین، در واقع به سادگی میتونم بگم که 80-90 درصد فعالیت های بدن یا هیچ کاری نمی کنن یا فعالیت ها اونقدر میاد پایین که شما تقریبا هیچ نوع فعالیت برای بدنتون ندارید. اگه بخوام به مشکلات و اثرات نشستن زیاد بپردازیم، واقعا ساعت‌ها زمان و برنامه میخواد که امیدوارم با اشاره مختصر به اینها بتونم کمکی بهتون کرده باشم که لااقل در این مورد کمی فکر کنید، مخصوصا کسانی که کار دفتری دارن و در طی عمرشون شاید 30-40 سال 50 سال صبح تا شب در حال نشستن هستن. اینها دوچندان نیاز دارن که فکر کنن و اگه اهمیتی به این موضوع ندیم مطمئنن در آینده دچار مشکلات زیادی خواهید شد. خب اثرات نشستن طولانی عبارتند از یکی دیابت، که ریسک بالا رفتن دیابت مخصوصا تایپ 2 نوع 2 خیلی بالا میره، چون وقتی که نشستیم بدن فعالیتی نداره، هیچ سیستمی خوب کار نمیکنه یا کارایشون به حداقل رسیده و در نهایت مشکلاتی مثل دیابت، فشار خون، کلسترول میتونه بره بالا و ده ها ارگان داخلی دیگه که تمام فعالیت اینها به حرکت و فعالیت های فیزیکی ما بستگی داره میتونن دچار آسیب و مشکل بشن. پس فقط به این سه تا نمونه که نگاه بکنین، دیابت و فشار و خون و کلسترول، خودش کلی مشکلات میتونه به همراه بیاره. مشکلات دیگه‌ای که به خاطر نشستن زیاد پشت میز به وجود میاد، ناراحتی‌ها و بیماری‌ها و آسیب‌های دستگاه اسکلت هستن، که وقتی که شما نشستین از مچ پا، زانو، کمر، شونه، گردن، دست‌ها و مایچه های مربوطه این مفاصل تقریبا حرکت چندانی ندارند و در یه سری از مواقع هم که حرکت دارن و کار میکنن، مثل ناحیه پایین کمر یا گردن و شونه و دستا، اونا بالاخره حرکت میکنن به خاطر تلفن، تایپ، نمیدونم کار متفرقه ای که در ادارات مختلف انجام میدن، اینها هم دچار اووریوز یا بیش از حد استفاده کردن میشن، که باز خودش یه نوع مشکل دیگه ای رو با وجود میاره که در برنامه های متعددی به این موضوعات پرداختیم و اگه احیانا اون برنامه ها رو ندیدید میتونید برید اونا رو ببینید و استفاده لازم را ببرید و با انجام اون تمرین های مربوطه بتونید کمکی بکنید به پیشگیری از بیماری های ناشی از کارها و یا شرایط کاری خودتان. خب ناراحتی های دستگاه اسکلت که به خاطر نشستن زیاد میتونم با وجود بیان، همجوری که اشاره کردم خیلی زیادن. یه سری از نکات مهم را براتون میگم. ببینید اول از همه به مچ پا نگاه میکنیم. وقتی شما نشستین معمولا مچ پاتون دیگه حرکت زیادی نداره، حالا هر از گاهی ناخودآگاه پاش آدم حرکت میده یا پا میشه 4 متر میره
دستشویی میاد یا یه لیوان آب برمیداره میخوره، ولی اینها در مقابل تعداد زمان ساعاتی که شما نشستین و حرکتی تو مچ پاتون نبوده خیلی کمتره. به همین خاطر میتونه دچار تورم بشه در بعضیا، مخصوصا کسانی که یه سری ناراحتی‌های مثل دیابت و کلسترول و فشار خون داشته باشن یا بیماری‌های عروق و دستگاه گردش خون و غیره، اینا میتونن ریسک بالاتری داشته باشن. از اون طرف زانوها وقتی که میشینی پشت میز تقریبا در حالت 90 درجه یا یکم بیشتر و کمتر قرار میگیرند و شمایی که عادت کردی صبح تا شب مینشینی دیگه اصلا حس نمی کنی، ولی امثالی مثل بنده که کار ما نشستن نیست خوشبختانه، البته کار ما هم سختی خودشو داره ولی خب به هر حال بهتر از نشستنه، وقتی که برای نوشتن یه مقاله بر فرض 2 ساعت پشت کامپیوتر میشینم، اولین جایی رو که حس میکنم خوش شد و یه احساس بدی به اون قسمت بدنم دست میده زانوهاست اتفاقا، و خیلی شدید چون عادت ندارم به نشستن، وقتی که میشینی احساس میکنی زانوهات خوش شده، یا بعد 2 ساعت میخوای پاشی حس میکنی که زانوهات حالت نرمال رو نداره، در واقع یه حالت خشکی و عدم حرکت کافی را تو زانوهات به طور کامل حس میکنی. از اون طرف چون فعالیتی نداشتین و 7-8 ساعت در حال نشستنید، دیگه گردش خون در قسمت پاهای شما خوب انجام نمیشه. ببینید همتون احتمالاً شانس مسافرت با هواپیما رو داشتین، وقتی که میشینید تو هواپیما 1-2 ساعت به سفر میرید متوجه میشید وقتی که میخوایم پیاده شین، معمولا اینایی که کفششون رو در میارن میبینن کفششون تو پاشون جا نمیشه، و دلیل اصلیش هم اینه که وقتی شما 2 ساعت تو هواپیما نشستین و پاهاتون حرکت نداشته، اون مقدار خونی که به پاهاتون اومده نتونسته به خوبی به خاطر عدم حرکت به قسمت بالای بدن و قلب برگرده و مقدار زیادی خون اونجا جمع میشه، و از یک طرف دیگه علاوه بر خون یه سری مواد دیگه هست به اسم آب میان بافتی و یا عدم کارایی خوب سیستم لیمفاتیک باعث میشه که این آب میان بافتی در پاهای شما جمع بشه و پاتون حالت تورمو داره، ورم کرده، و به همون خاطر وقتی که کفشاتون رو بالاخره به هر طریقی شده، خودم تجربه داشتم بارها، پاتون میکنید و میایید بیرون تا جای گیت که میرسید میبینید که دیگه پاتون احساس راحتی میکنه، با همون 100 متر پیاده روی این مثالو برای این زدم که متوجه بشین چقدر 4 تا حرکت برای بدن خوبه. پایی که تو کفش نمیرفت بعد 2 ساعت نشستن توی هواپیما، الان دیگه با 100 متر پیاده روی چقدر بهتر شده. و از همینجا از شما دوستان میخوام، مخصوصا اینایی که پرواز طولانی دارید، حتما و حتما چند دفعه تو هواپیما پاشید، را برید، 4 تا ورزش پا انجام بدید، رو پنجه های پاتون دستتون بگیریم به یک جایی، پاشنتون بیاریم بالا و پایین، بعد عرضم به حضورتون که جلوی صندلیتون یا داخل راه رو هواپیما میتونید دستونو بگیرید، رو زانوهاتون چند دفعه خمشین راستشین، حتی همون حالت نشسته هم که نشستین میتونید شما مچ پاتون رو خم و راست بکنید، و یا در همون حالت نشسته ماچه های انگشت های پاتون رو منقبض کنید، سفت کنید، نگه دارید 30 ثانیه، شل کنید، دوباره چند دفعه تکرار بکنید، بعد ماهیچه رانتون رو میتونید سفت کنید، نگه دارید. به هر حال نشستنه، چه تو هواپیما باشه چه تو محیط آفیس یا دفترتون باشه، هر جایی که نشستین بدن به خاطر عدم حرکت دچار یه سری مشکلات میشه. از طرف دیگه مسائلی که ناشی از نشستن طولانی است چاقی هست، که متاسفانه خیلی ها دچار اضافه وزن میشن به خاطر عدم حرکت کافی و یا نشستن طولانی در پشت میز. مخصوصا این مشکل چاقی
برای کودکان خیلی مهم هست. خب کودکان نمیرن تو آفیس کار بکنن، ولی وقتی که یک بچه چندین ساعت تو مدرسه میشینن، بعد میاد تو خونه میشینه چند ساعت تلویزیون نگاه میکنه یا چند ساعت نشسته با گیمش بازی میکنه، این هم نشستنه. پس سدنتری لایف استایل که میگیم خیلی موضوع وسیعه و به خاطر همینم تو کشور پیشرفته الان واقعا موضوع روز دنیاست و به هر طریقی میخوان اینو تأثیر بذارن روش و ساعات نشستن مردم رو کم کنن، که در ادامه برنامه به سری آلترناتیو ها و یا راه حل های خوب میپردازم. افراد مسن از این نشستن طولانی رنج دوچندانی میبرن، آسیب های بیشتری میبینن، چرا که بدنشون ضعیفتر نسبت به افراد جوان و تمام این مشکلاتی که از عدم کافی و یا عدم گردش خون خوب، اون سیستم لیمفاتیک، فشار خون، دیابت، کلسترول، در اینها مشکلات همیشه دو برابر میشه، یا یه سری از این ناراحتی ها را دارن و یا ریسک آسیب پذیری از این بیماری ها را با نشستن طولانی بیشتر میکنند. و از اون ور حتی تنفس ما میاد پایین، چون وقتی نشستی بدن فعالیتی نداره و احتیاجی به تنفس زیاد نداریم، به همون خاطر حتی موقع نشستن هم باعثی شما عادت کنید هر 5 دقیقه یه نفس عمیق بکشید و خود همین نفس عمیق ده ها فایده داره برای بدن شما. اول از همه وقتی نفس عمیق میکشید، مخصوصا بازدم عمیق خیلی مهمه، که باعثی اونم لباتون رو، حالا من حالا یکی انجام میدم برای شما، باعثی اینجوری باشه که لباتون رو حالت دایره کنید موقعی که میدین بیرون و هر 5 دقیقه چند تا نفس عمیق بکشین، که باعث میشه اولا اکسیژن زیادی به بدنتون برسه، دوم با اون بازدم عمیق باعث میشین که کلی از مواد زائد از طریق بازدم بیاد بیرون از شش شما و بدن شما، و از همه مهمتر نفس عمیق که میکشید ده ها و شاید صد ها مایچه در ناحیه قفسه سینه به بالا و شونه ها و گردن کار میکنه که شما یک نفس بکشید. پس خود نفس عمیق کشیدن هم یک نوع تمرینی برای قسمت شونه و سینه و گردن شما، و از یک طرف احساس آرامشی بهتون میده، باعث میشه که سیستم گردش و خون فعال بشه و ده ها تأثیر دیگه داره. و همینجا یک تو پرانتزی هم اشاره بکنم، موقع تمرین هم و یا ورزش هم، حالا یه سری ورزش ها مثل ایروبیک اکتیویتی مثل دویدن و دوچرخه و غیره، خود به خود سیستم بدن احتیاج به اکسیژن بیشتری داره و نفس مرتب میکشیم، ولی کسانی که تو جیم ورزش میکنن بایستی عادت کنن مرتب نفس عمیق بکشن. این نفس عمیق کشیدن مزایای خیلی زیادی داره، حالا بحث ما به اینجا رسید، حتما در یک برنامه دیگه به این موضوع هم خواهم پرداخت. حالا کسی که به خاطر کارش یا هر شرایطی ساعتها بایستی بشینه، چه کارهایی میتونه انجام بده که مقابله بکنه با این ساعت نشستن؟ چون نمیتونی کارتو ول بکنی که به خاطر نشستن، پس بایستی چه کار بکنیم که از این بیماری ها و این همه مشکلاتی که نشستن برای افراد با وجود میاره جلوگیری بکنیم؟ برمیگردیم به همون سوال دوست عزیزم که پرسیدن. ببینید، شما در همون محل کارتون شروع کنید به یک سری تمرین های خیلی ساده. داری کامپیوتر کار میکنه، یه متنی میخونه، یه متنی مینویسین، مچ پاتون رو مرتب حرکت بدین بالا پایین، حالا یا همیشه نه، خسته کننده میشه، هر نیم ساعت یه بار، هر یه ساعت یه بار، یه 10 دقیقه همزمانی که میتونی کار بکنی، شما میتونی ده ها تمرین با پاتون انجام بدین. از همون مچ پا میتونیم بدیم بالا، پایین، بیرون، داخل، چرخشی و برعکس. زانوتون رو صاف کنید، خم کنید، 10 دفعه تکرار بکنید، بعد برین پای دیگه رو همین کارو بکنید. همونجوری که اشاره کردم، ماهیچه پاتون رو از همون پنجه پا، بعد ماهیچه ساق پا، ماهیچه رانتون رو یکی یکی منقبض کنید، منبسط کنید، سفت کنید، شل کنید. تمام اینا رو شما میتونید هر 1 ساعت یک بار حرکت بدید. بعد میایم به قسمت کمر میرسیم. کمر، خب به خاطر نشستن اینو
در برنامه متعددی زیاد راجبش صحبت کردیم، وقتی که معمولا افراد میشینن حس میکنن که استراحت میکنن و خستگی برطرف میکنن. خب این از نظر کلی درسته، کسی که فعالیت داشته وقتی 5 دقیقه میشینه استراحت میکنه، ولی جالبه که بدونید نشستن بدترین و سختترین حالت رو برای پایین کمر شما داره. یعنی وقتی شما میشینید مقدار فشارها و نیروهایی که به پایین کمر وارد میشه بیشتر از تمام حالتهای دیگه بدن شماست. با مثال وقتی که سر پایین، چون اون فشارهایی که بالا تنه و وزن و نیروی جاذبه و غیره به پایین کمر شما وارد میکنه منتقل میشن از طریق پاها به زمین، راحت تره تا موقعی که نشستید. خب برای نشستن و مشکلات کمر هم شما میتونید رو همون صندلی که نشستین هر یه ساعت نیم ساعت یه بار 4 دفعه کمرتون رو بچرخونید، به چپ، به راست، به جلو خمشین، دستتون رو بذارین پشت گردنتون، قشنگ خمشین برین تا نزدیک زانوهاتون، یه 30 ثانیه نگه دارید، بعد دستتون رو بگیرید به صندلی یا به پشتتون، قشنگ برین به عقب خمشین همون حالت نشسته، به بغل خمشین، به راست خمشین. خود همینا میتونید شما 5 دقیقه این تمرین رو پایین کمر رو انجام بدید. از اون ور برای شونه ها در همون حالت نشسته میتونید شونه هاتون رو به جلو حرکت بدین، به عقب حرکت بدین، گردنتون رو ببرین چپ راست، جلو عقب. بعد یه سری کششی هایی هست که در حالت نشسته خیلی خوب میتونین انجام بدین، دستتون رو بگیرین به اون لبه صندلی، بعد با اون دست دیگه هم گردنتون رو میگیرید اینجوری قشنگ خودتون میکشید، البته این دست رو باید سیشول نکنید، این باید فیکس باشه. بعد گردنتون هم تا، حالا من نمیتونم اینجا به خاطر این گوشی موشی از گوشم در میرم خوب انجام بدم، عکساشو میذارم برای شما، دو تا دست رو بذارین پشت گردنتون، چونتون رو به طرف پایین بکشید، دو تا دست رو بذارین زیر چونه به طرف بالا بکشید. بعد تمرین دیگه که خوبه دستا رو روی سینه بذارید، قشنگ سینه‌تون رو ببرین به عقب، ببرین بکشید کشید و 30 ثانیه نگه دارید، نفس عمیق بکشید مرتب و شل بکنید، و به اضافه تمرین های دیگه که براتون میذارم. پس ببینید همون حالت نشسته شما میتونید ساعتها تمرین و ورزش بکنید. مسئله بعدی پیاده روی تو همون آفیستونه. موقعی که تلفن مثلا، خیلی ها تو آفیس روزی ساعت ها موقع کار مشغول تلفن زدنن، به قول یکی از دوستان میگفتیم این مرده چیکار میکنه، میگفتیم با تلفن پول در میاره. شما موقعی که تلفن میزنید پاشید فقط تو آفیستون راه برید، همون زمانه تلفن رو بخواین راه برید و قدم بزنید تو آفیستون و صحبتاتون بکنید، خیلی کمک زیادی کردین. پاشین سر پا یکی دو دفعه در روز، یه 10 دفعه روز زانوهاتون خمشین، رو پنجه های پاتون بیاین بالا برین پایین، یه 4 تا کششی انجام بدین. در کنارش کسانی که نشستنی کار نشستنی دارن بایستی حداقل هفته ای 4-5 دفعه ورزش بکنن، حتی اگه شده از کارتون روزی 1 ساعت کم کنید، برید 1 ساعت ورزش بکنید. این ورزش میتونه از پیاده روی باشه تا دوچرخه تا نمیدونم جیم رفتن تا شنا و ده ها ورزش دیگه که دوست دارید. تنها راه دیگه ای که میتونه کمک بکنه بهتون، یک سری دستگاه های جدید هست که اومده تو بازار، به عنوان مثال یه میزایی هست که میگن سی تو استند دسک، که یه دکمه داره میزنی میاد در حالت ایستاده، میتونید کار بکنید، باید میتونید ببرید پایین در حالت نشسته کار بکنید، که در روز چند دفعه میتونید تغییر بدین و در حالت ایستاده کارتون رو انجام بدین. یه سری دستگاه های دیگه اومده به اسم حالت چیز کوچولیکی که یاد مثل ساعت به مچ دست میبنده یا به جاهای مختلف، که عبارتند از پدومیتر و اکسلومیتر، اینا به اپلیکیشن ها مختلف تلفنتون وصل میشن، میتونن تعداد قدم هاتون رو در روز بشمارن و کارهای دیگه انجام میدن که حالا بحث ما نیست. از اینا میتونید بگیرید. اینجا ببینید الان شاید راحتی میتونم بگم 50-60% مردم یک همچی ساعتی به دستتونه، به دستشونه و قدم هاشون در طی روز حساب میکنن. ببینید هموطنان عزیز، ما ایرانی ها شاید کمترین اهمیت رو به سلامتیمون میدیم و وقتی اینجا میبینیم مردم چقدر برای سلامتیشون ورزش میکنن، تمرین میکنن، ورزش های مختلف رو میرن شرکت میکنن و
همچین ساعت‌های به دست میذارن که حتی قدم‌هاشون رو بشمارن، پس دیگه حساب کار دستمون میاد. امیدوارم که شما عزیزان به این نشستن و این مشکلات ناشی از نشستن اهمیت زیادی بدین، به بدنتون و سلامتیتون اهمیت بدین. تمام اینا آدم رو دچار استرس میکنه و استرس هم همتون میدونید که یعنی بزرگترین مشکل برای بدن. وقت ما داره در اینجا به پایان میرسه. در رابطه با نشستن و مشکلات ناشی از کار ده ها برنامه من داشتم که توی یوتیوب و تلگرام و غیره میتونید ببینید. از همینجا از شما عزیزان میخوام که حتما به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید و به دوستان و آشناتون معرفی بکنید که اونم استفاده بکنند. شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.